آیت الله علی خامنه ای روز سهشنبه دوم تیرما در دیدار رمزانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام فهرستی از خطوط قرمز نظام را در مورد برنامه هستئی جمهوری اسلامی اعلام کرد. متن سخنرانی رهبر ایران در وبسایت رسمی او با عنوان ترسیم سریح خطوط قرمز هستئی منتشر شده است. این متن شامل هفت بند است که با عدم پذیرش محدودیت بلند مدت از سوی ایران آغاز می شود. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با دور جدید مذاکرات اتمی میان نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین تاکید کرد که مخالف پذیرش محدودیت بلند مدت در فعالیت هسته ایران است. او در سخنرانی سهشنبه شب خود تاکید کرد برخلاف اصرار آمریکایی ها محدودیت های بلند مدت 10 تا 12 ساله را قبول ندارد و افزود مقدار سالهای مورد قبول محدودیت را به آنها گفته ایم. آیت الله خامنه این در حضور رؤسای استقوه بدون اشاره به زمان مورد قبول جمهوری اسلامی گفت آنها میگویند در مدت دوازده سال هیچ کاری نکنید اما این یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است این مورد با عنوان ادامه کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز در زمان محدودیت به عنوان دومین بند از خطوط قرمز ایران معرفی شده است رهبر جمهوری اسلامی همچنین لغو فوری تحریم های ایران و عدم تاکید بر اجرای تعهدات ایران را دو مورد دیگر در خطوط قرمز نظام در مذاکرات دانست و افسود لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی داد تا تحریم ها لغو شود ما این مسئله را مطلقا قبول نداریم به افسود تحریم های اقتصادی مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت چه کنگره آمریکا و چه دولت آمریکا باید فورا هنگام امضای موافقت نام لغو و بقیه تحریم ها هم در فواصل معقول برداشته شود او همچنین ضمن رد درخواست گروه پنج با علاوه یک مبنی بر همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای برداشته شدن تحریم ها گفت ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس مخالفیم چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست بنابراین ما به آژانس بدبین هستیم مخالفت با موکول کردن هر اقدامی به آژانس در متن سخنرانی رهبر ایران با عنوان بند پنجم خطوط قرمز ایران معرفی شده است. آیت الله خامنه ای در ادامه ضمن تاکید بر بدبینی خود در مورد مذاکره با آمریکایی ها نیز گفت آمریکایی ها به دنبال نابود کردن صنعت هسته ایران هستند. او گفت موضوع مذاکره با آمریکایی ها به زمان دولت قبل باز می گردد و به فرستادن واسطه از سوی آمریکا به تهران برای درخواست مذاکره مربوط می شود. رهبر جمهوری اسلامی افزود ما به آن واسطه گفتیم به آمریکایی ها و حرفهایشان اطمینانی نداریم اما با اصرار آن واسطه قبول کردیم که این مسئله را یک بار دیگر امتحان کنیم و مذاکرات شروع شد به نظر می رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به کشور عمان باشد که طی سالهای گذشته در موارد مختلف به عنوان واسطه میان ایران و آمریکا عمل کرده است وی گفت در آن زمان ما حاضر بودیم اگر آمریکایی ها سر حرفها و وعده های خود به آن واسطه می ایستادند ما هم هزینه بدهیم چون در مذاکرات می توان بر اساس عقل و محاسبه عقب گردهایی نیز داشت اما آنها اندکی بعد از مذاکرات زیاده خواهی و بدعهدی را آغاز کردند آیت الله خامنه ای ضمن تاکید بر مخالفت قاطع خود با بازرسی های غیر متعارف پرسجو از شخصیت های ایران و بازرسی از مراکز نظامی این موارد را از دیگر خطوط قرمز هسته جمهوری اسلامی اعلام کرد او پیشتر نیز درخواست مصاحبه با دانشمندان هسته ایران را زیاد روی خواند و از این درخواست با عنوان بازجویی یاد کرد و گفته بود هرگز و مطلقاً چنین اجازه‌ای به بیگانگان نمیدهد. تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر این خطوط قرمز که همگی موارد مورد مناقشه میان ایران و گروه پنج بلاوی یک است گمان زنی در مورد تمدید مهلت مذاکرات تا دستیابی به توافقی جامع بر سر برنامه اتمی ایران را تقویت می کند. قیبت اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار روز سهشنبه مقام های ارشد نظام مورد توجه خبرگزاری ها قرار گرفته است. دیدار دیروز نخستین دیدار مدیران ارشد نظام با رهبر جمهوری اسلامی پس از اعلام حکم نهایی مهدی هاشمی فرزند اکبر حاشمی رفسنجانی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران اما در این دیدار حضور داشت. از شامگاه دیروز که ویکیلیکس خبر شنود سه رئیس جمهور گذشته و فعلی فرانسه رو منتشر کرد از جمله نشریه لیبراسیون که اون رو کاملا درج کرده خبر و باستاب در محافل سیاسی فرانسه بسیاره امروز مانند هر چهارشنبه در کاخ الیزه جلسه هیئت دولت بود اما اضافه بران دو جلسه دیگر در ساعت که بعد از ظهر به وقت پاریس رؤسای دو مجلس رئیس کمیسیون ها به این موضوع مهم پرداختند البته نشریه و مدارک ویکیلیکس میگوید که این شنود از سال 2006 تا سال 2012 بوده اما مدرکی برای عدم ادامه یا احتمالا ادامه وجود نداره از همون دیشب واکنش ها بسیار بود همین امروز آقای فابیوس سفیر امریکا در فرانسه خانم جین هارتلی رو احضار کرده است ملاقاتی پیش بینی شده بین نیم ساعت تا 45 دقیقه امروز گفته شده است که آقای اوباما و آقای اولان تلفنی با هم صحبت خواهند کرد و همینطور یکی از بلند پایگان اداره امنیتی فرانسه به زودی به امریکا سفر خواهد کرد از سالها پیش قدرت های جهانی پذیرفته بودند که در کار هم اطلاعات و دخالتی نشان ندهند اما بر کسی پوشیده نیست که به نوعی این نوع دست اندازی های خبری وجود داره سال قبل خانم مرکل درست در همین ماه جوان رئیس اطلاعات امریکا رو از برلین از آلمان اخراج کرد و گفت که بهتر است ما انرژی خودمون رو برای دخالت در امور اطلاعاتی دوستانمون از دست ندهیم البته روابط امریکا و فرانسه آنقدر به هم نزدیک هست که چنین مسئله ای میانه آنها رو بر هم نزند ولی در این حال تمام سیاستمداران فرانسوی از تمام احزاب این مسئله رو محکوم کردند و گفتند که غیر قابل تحمل است از جمله خبرهای دیگری که باید در همین ارتباط برای شما گفته باشم در مورد خود ساختمان سفارت امریکا در پاریس است در چند صد متری کاخ الیزه و گفته می شود که بر بام این ساختمان در سقف سفارت پوششی پارچه مانند برزنت روی دستگاه هایی کشیده شده است که به احتمال یقین این دستگاه ها بخشی از امکانات شنود هست به خصوص که این ساختمان در نزدیکی کاخ الیزه نزدیکی وزارت کشور و با فاصله کمی بیشتر نزدیکی وزارت خارجه قرار داره قطعا در ساعات و روزهای آینده خبرهای بیشتری در این ارتباط خواهیم داشت پاریس تلویزیون ایران فردا در ویدیوی تازه‌ای که توسط گروه داعش در عراق منتشر شده گروهی از مردان که به همکاری با آمریکا متهم شده اند به دست نیروهای داعش قرق، سوزانده یا منفجر می شوند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این ویدیوی تبلیغاتی که یکی از مخوفترین ویدیوهای منتشر شده است در برگیرنده یک پیام برای سطفانی در پلیس عراق به نام باس محمد است سطفان باس محمد مدت هاست در تراش است تا برای گروهی از نیروهای سابق پلیس که میخواهند در استان نینوا علیه خلافت اسلامی مبارزه کنند حقوق و تجهیزات جمع آوری کند موسل در استان نینوا بزرگترین شهری است که در عراق به کنترل داعش درآمده است گروه امنیتی SITE می گوید ویدیوی تازه را دسته ای از اعضای گروه داعش در نینوا منتشر کردند. نیویورک تایمز به نقل از سطمان محمد نوشته است که نیمی از کسانی که در ویدیو قتل فجیع آنها نشان داده می شود با سطمان محمد نسبت خانوادگی دارند. در میان کشته شدگان پدر و دیگر اعضای نزدیک خانواده این افسر پلیس عراق نیز حضور داشتند. ظاهرا انتشار این ویدیو با هدف ایجاد حراس در میان کسانی است که در مناطق تحت کنترل حکومت خودخوانده اسلامی به مبارزه علیه این گروه میپردازند گروهی از کسانی که در ویدیو نشان داده شده اند در قفسی که اطراف آن دوربین فیلمبرداری وصل شده به زیر آب استخری برده می شوند تا غرق شوند دیلی میل چاپ بریتانیا میگوید بخشی از ویدیوی غرق کردن شهروندان داخل آب و برای نشان دادن جزئیات خفه شدن آنها فیلمبرداری شده است گروهی دیگر در خودروی بسته سوزانده می شوند سرهای گروهی دیگر که پدر ستوان عراقی هم در میان آنهاست با دستان و گردنهای به هم بسته شده و گذاشتن مواد منفجره در آنها منفجر می شود ظاهرا 16 شهروند عراقی در این ویدیو به قتل می رسند. هنوز منابع رسمی محتوای این ویدیو را تایید نکردند با این همه ستوان محمد گفته است که اعدام غیر نظامی ها در ملع عام در مناطق تحت کنترل داعش رایج است در خبری دیگر از عراق سایت بلومبرگ به نقل از دو مقام دولت واشنگتن نوشت که سربازان آمریکایی و شبه نظامیان شیعه عراقی که از سوی دولت ایران پشتیبانی می شوند از این پس مشترکا از پایگاه نظامی تقدم در استان الانبار استفاده خواهند کرد. به گزارش بلومبرگ شپ نظامیان شیعه عراقی اهرم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه نفوذ خود در عراق و پشتیبانی نظامی از رژیم بشار اسد در سوریه هستند. قرار است در این پایگاه 450 نیروی آمریکایی مستقر شوند. که به فرمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و به منظور آموزش نیروهای نظامی محلی علیه گروه داعش به عراق اعزام می شوند. به نوشته سایت بلومبرگ شماری از شبه نظامیان شیعی که در این پایگاه مستقر شده اند در گذشته سربازان آمریکایی در عراق را به قتل رساندند برخی از مقام های دولت آمریکا نگرانند که استقرار شپ نظامیان شیعه در پایگاه تقدم جان سربازان آمریکایی را به خطر بیندازد به گزارش سرویس های اطلاعاتی آمریکا برخی از گروه های افراطی همکنون سرگرم جاسوسی از عملیات نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه تقدم هستند سناتور جان مکین همکاری میان سربازان آمریکایی و شپ نظامیان شیعه عراقی را توهینی به خانواده های سربازان آمریکایی دانسته که به دست همین شبه نظامیان در عراق کشته شدند جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نامه‌ای به تاریخ سوم جوان گذشته اعلام کرد شماری از همین شبه نظامیان شیعه عراقی پس از دریافت آموزش های نظامی در ایران برای پشتیبانی از رژیم بشار اسد به سوریه اعزام می شوند. طرح استیزاه علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در مجلس ایران رأی نیاورد. آقای فانی در این جلسه موفق شد با کسب 167 رأی مخالف استیزاه نمایندگان، 76 رأی موافق استیزاه نمایندگان و 13 رأی ممتنع از مجموع 256 رأی مأخوذه بار دیگر به عنوان وزیر آموزش و پرورش در این وزارتخانه به مسئولیت خود ادامه دهد. تقاضای استیزاه فانی با 64 امضا در هیئت رئیس اعلام وصول شد که گفته می شود 35 نفر از امضا کنندگان امضای خود را پس گرفته بودند. ناتوانی وزیر در جلب رضایت و اعتماد جامعه مهم آموزش و پرورش، عدم وجود رویکرد جدی و برنامه محور به دانشگاه فرهنگیان با عنایت به اهداف بلند این دانشگاه ناتوانی وزیر در جلب توجه دولت به اهمیت و نقش آموزش و پرورش از مهمترین محورهای استیزاه وزیر آموزش و پرورش بود. آقای کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس استیزاه وزیر آموزش و پرورش را در راستای منافع یک میلیون فرهنگی و سیزده میلیون دانش آموز توصیف کرد و قلام تاجگردون هم در دفاع از آقای فانی گفت بیشترین استیزاها در طول مجالس ایران استیزاه وزیر آموزش و پرورش بوده است. او گفت در کنار فرهنگیانی هستیم که خود یا فرزندانشان سر گرسنه بر بالین میگذارند اما آیا با استیزاه می توان این شرایط را تغییر داد؟ اگر می خواهیم وضع فرهنگیان بهتر شود تک تک نمایندگان و دولت مردان در این قضیه سهیم هستند. علی اصغر فانی هم در دفاع از خود گفت در اجرای عدالت آموزشی و افزایش افراد تحت پوشش آموزش و پرورش 110 مدرسه تک دانش آموزه داریم یعنی یک مدرسه با یک دانش آموز برقرار می شود. همچنین 4800 مدرسه با زیر پنج دانش آموز اداره می شود. این نشان می دهد که دولت و وزارت آموزش و پرورش برای تأمین آموزش و اجرای عدالت آموزشی هزینه های بالایی را متحمل شدند. در جلسه استیزاه وزیر آموزش و پرورش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمود علوی، وزیر اطلاعات و چند عضو دیگر کابینه حضور داشتند، اما حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در این جلسه حاضر نبود. از اول تیر ماه سال جاری قانون جدید آین دادرسی کشوری به اجرا گذاشته شد. بنابر تبصره ماده 48 این قانون در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضایی باشد انتخاب می کند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضایی اعلام می شود. این قانون با انتقاد برخی از حقوقدانان مواجه شد. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی در دفاع از آن گفته است قانون جدید گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا بیشتر زبیح الله خدایان معاون حقوقی قوه قضایی گفته بود اکنون نمیتوان در رابطه با تنگناهای موجود در ارتباط با اجرای این قانون اظهار نظر کرد ولی به هر حال این قانون از امروز در کشور اجرا می شود. آین دادرسی کیفری شامل مواد مربوط به اصول دادرسی منصفانه، وظایف زابطان دادگستری، وظایف دادسراها، وظایف و اختیارات دادگاه ها، صدور رأی، اعتراض و تجد نظر و اجرای حکم است، این قانون راه پرپیچ و خمی را در دو دهه گذشته طی کرده و حالا حاصل آن چیزی شده که برخی آن را یک شوک دانند، ایسا کشوری حقوقدان به روزنامه قانون میگوید تبصره ماده 48 قانون آین دادرسی کیفری جدید شوک بزرگی برای جامعه حقوقی کشور بود او اضافه می کند این بدعت صرف نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می شود اصل بیطرفی قوه قضایی را نقص و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سوال میبرد. و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده های مهم و خبرساز می کند و حق دفاع متهمان بی دفاع را ضایع می کند. به گفته این حقوقدان اهمیت این قانون زمانی روشن می شود که به طرف اصلی پرونده های امنیتی توجه شود. طرفی که غالبا دولت است و همین امر نیز ضرورت دادرسی عادلانه و حضور وکلای بی طرف را بیشتر می کند. ایسا کشوری معتقد است این ماده اعتراف دستگاه بیطرف دادگستری به جانبداری آشکار به خواست دولت و داوری قبل از دادرسی از یک سو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وکلای توانمند و مستقل از سوی دیگر است. آقای کشوری میگوید حضور وکیل فرمایشی تشریفاتی و منصوب مسلما نه عدالت و نه نظر متهم را تعمین خواهد کرد اما قلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران درباره این بند میگوید باید از وکلای خاصی استفاده کنیم که موجب خراب شدن پرونده ها نشود در ماده 625 قانون جدید در جرائم علیه امنیت ملی در سازمان های قضایی نیروهای مسلح نیز حق انتخاب وکیل با نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح است که این مورد هم عدالت قضایی را زیر سوال میبرد طرح اصلاح قانون آین دادرسی کیفری با اصلاحاتی روز 24 خرداد ماه به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و سه روز بعد از آن نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مقایر با موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. به گفته زبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضایی یکی از اصلاحات انجام شده در قانون آین دادرسی کیفری حق گرفتن وکیل است. وی گفته است در این قانون پیش بینی شده بود که به حق داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی‌اعتباری تحقیقات می شود اما در اصلاحیه پیش بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی است او اضافه کرده است که این یکی از مهمترین اصلاحات بوده است اما اصلاحات جزئی تری نیز در قانون پیش شده است از جمله این اصلاحات جزئی احتمالا یکی هم تبصره بحث برانگیز بند 48 است خبرگزاری فارس اول تیر ماه به نقل از جعفر رمضانی معاون قضایی دادگستری استان قوم نوشت قانون آین دادرسی کیفری جدید دارای 570 ماده است که نسبت به قانون سابق 200 ماده به آن افزوده شده است. وزارت کشور و وزارت ارشاد مقررات تازه‌ای برای صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی تنظیم می کنند. علی جنتی وزیر ارشاد ایران روز سه دوم تیر از توافق خود با وزیر کشور برای شفاف شدن وظایف و مسئولیت های وزارت ارشاد و پلیس خبر داد. آقای جنتی ابراز امیدواری کرده است که دیگر مشکلی برای برگزاری کنسرت ها پیش نیاید. در یک سال گذشته موضوع مداخله نیروی انتظامی برای لغو کنسرت هایی که از وزارت ارشاد مجوز داشتند با انتقادهای گسترده ای از سوی مردم و هنرمندان روبرو شده است. از جمله در دو هفته گذشته تعدادی از کنسرت ها در ایران از جمله کنسرت گروه مستان به خوانندگی پرواز همای در تهران، وحید تاج در رشت و کیهان کلهر در تهران با وجود اجازه از وزارت ارشاد لغو مجوز شدند. بعد از این لغو مجوزها پیروز ارجمند رئیس دفتر موسیقی و حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد از برخورد و دخالت نیروی انتظامی و اداره اماکن در رابطه با جلوگیری از برگزاری کنسرت ها به شدت انتقاد کردند. پیش از این آقای جنتی گفته بود دلیل ورود پلیس به این امر وجود آین نامه است که در دولت محمود احمدی نژاد تصویب شده و در آن به اداره اماکن اجازه داده می شود که در برخی موارد دخالت کند. آقای جنتی گفت در نشست او با وزیر کشور مقرر شده است تا در شیب نامه ای حدود وظایف و اختیارات دو نهاد وزارت فرهنگ و پلیس در امر برگزاری کنسرت مشخص شود. آقای جنتی گفت متولی اصلی صدور مجوز جهت برگزاری کنسرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از این رو باید تصمیم گیری درباره این حوزه از سوی وزارت فرهنگ انجام شود. حسن روحانی هم روز شنبه 23 خرداد در جریان نشست خبریش با رسانه ها به جریان لغو کنسرت ها اشاره کرده بود. رئیس جمهور ایران در این نشست با اعلام اینکه وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده، دخالت دیگران در این امور شایسته نیست، گفت: همه باید به قانون عمل کنیم و به دنبال اجتهاد شخصی نباشیم. این در حالی است که حسین اشتری فرمانده پلیس ایران در همان روز گفت که این نهاد انتظامی با لغو برخی کنسرت های موسیقی به وظیفه ذاتی و شرعی خود عمل کرده است. نیروی انتظامی هنوز به نشست و تصمیم گیری دو وزیر ارشاد و کشور واکنشی نشان نداده است. رومان آیارزون مارچسی رئیس کمیته نظارت بر اجرای تحریم های بین المللی علیه ایران گفت تحریم های مسبب شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به خوبی اجرا شده است رئیس کمیته نظارت بر اجرای تحریم های بین المللی علیه ایران در گزارش فصلی خود به شورای امنیت گفته است تایی سماهی گذشته شواهدی از تخلف از تحریم های شورای امنیت دریافت نکرده است رومان اویارزون نماینده دائم اسپانیا در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای کمیته نظارت بر تحریم ایران در سخنان خود در جلسه شورای امنیت تاکید کرد با وجود مذاکرات جاری جمهوری اسلامی و کشورهای گروه پنج به علاوه یک برای حل و فصل مسئله هسته ای های مسبب شورای امنیت در تحریم ایران همچنان به قوت خود باقی است و کشورهای عضو سازمان ملل ملزم به اجرای کامل آنها هستند آقای اویارزون گفت که در دوره سه مورد نظر گزارش خاصی حاکی از نقض تحریم علیه ایران دریافت نشده است آقای اویارزون گفت در مورد گزارش های قبلی پیرامون تخلفات ایران از مسببات شورای امنیت از جمهوری اسلامی توضیح خواسته شده اما دولت ایران هنوز به این درخواست پاسخی نداده است کارشناسان نظارت بر اجرای تحریم علیه ایران در گزارشی که چند هفته پیش منتشر کردند گفتند در مقایسه با سالهای قبل طی سال گذشته از تعداد گزارش های مربوط به نقض تحریم های ایران به شکل چشمگیری کاسته شده اما همچنان اطلاعاتی در زمینه تلاش ایران برای سرپیچی از مسببات شورای امنیت و همچنین برخی نقل و انتقالات نظامی و تسلیحاتی ایران از جمله در عراق دریافت شده است رئیس کمیته نظارت گفته است یکی از کشورهای عضو شورای امنیت اطلاعاتی را در مورد تحویل اقلام مورد نیاز راکتور آب سبک بوشهر به کمیته ارسال داشته و یادآور شد که تمام کشورهای عضو ملزم هستند هر گونه کمک و همکاری فنی با ایران را که بتواند به نحوی به فعالیت هسته‌ای این کشور مرتبط شود به اطلاع این کمیته برسانند روسیه مسئول ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر بوده و احتمالا منظور رئیس کمیته دریافت گزارش این کشور در مورد ارسال تجهیزات و امکانات مورد نیاز این نیروگاه بوده است کمیته نظارت بر اجرای تحریم های بین المللی علیه ایران بر اساس قطنامی شماره 1737 مسبب شورای امنیت در دسامبر سال 2006 تشکیل شد تا بر اجرای کامل تحریم های بین المللی علیه ایران نظارت کرده و تخلف احتمالی کشورهای عضو سازمان ملل از اجرای این مسببه را گزارش دهد با تصویب قدنامه های دیگر شورای امنیت در تحریم ایران در سالهای 2007 2008 و 2010 این کمیته مسئول نظارت بر اجرای این مسببات نیست شد مهمترین مواردی که کمیته ملزم به پیگیری آنها شده اقدامات در مقایرت با تحریم ارسال مواد و اقلام مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و خرید و فروش یا نقل و انتقال تسلیحات به ایران است اطمینان از اجرای تحریم های مسبب شورا علیه برخی مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه های هستئی و موشکی جمهوری اسلامی و مسدود کردن انبال آنها در خارج نیز از دیگر وظایف عمده این کمیته است بیژن زنگنه وزیر نفت تایید کرده است که یک دکل نفتی خریداری شده توسط دولت محمود احمدی نژاد گم شده است. وزیر نفت ایران روز سه دوم تیر گزارش ها درباره مفقود شدن یک دکل نفتی خریداری شده از یک شرکت خارجی در دولت گذشته را تایید کرد و گفت که با پیگیری و شکایت این وزارتخانه پرونده در این زمینه تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس آقای زنگنه گفته است وزارت نفت به دنبال خرید دکلهای خارجی نیست و قراردادهای موجود در این زمینه در دولت سابق منعقد شده است نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس مهر ماه 93 خبر داده بود که یک دکل نفتی به نام دین به قیمت 87 میلیون دلار در سال 90 از یک شرکت ترکیه‌ای خریداری شده اما در نهایت به ایران تحویل نشده و اینک در یک کشور همسایه به کار گرفته شده است. به گفته ای آقای قاضی پور بر اساس قرارداد 20 درصد از بهای این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت و 80 درصد باقی مانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیه‌ای پرداخت می شده اما با وجود این طرف ایرانی تمامی بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است. وزیر نفت ایران همچنین در واکنش به نامه هفتاد نماینده مجلس درباره کنار گذاشته شدن دکلهای شرکت حفاری شمال گفت موضوع اینگونه نیست در زمانی که کار یک دکل نفتی تمام می شود نیاز به زمان برای بکارگیری مجدد آن دکل وجود دارد. هفتاد نماینده ی مجلس ایران در اسفند 93 با فرستادن نامهای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده بودند که برخی از دکلهای شرکت حفاری شمال توسط وزارت نفت از چرخه فعالیت کنار گذاشته شدند. در همین حال خبرگزاری تصنیم خبر داده بود که با وجود دستور رکن و دین جوادی مدیرامل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر ممنوعیت خرید یا اجاره کالا یا دکل خارجی در صورت وجود مشابه داخلی دکل‌های تحت مالکیت یک شرکت حفاری داخلی بیکار ماندند. سال گذشته همچنین برخی از مراکز تحقیقاتی ایران از جمله جهاد دانشگاهی از تلاش برای ساخت دکلهای حفاری در ایران خبر دادند. در همین حال روز دوازده خرداد قراردادی برای ساخت پنج دکل حفاری توسط کنسرسیوم رضوی در ایران امضا شد و این کنسرسیوم متعهد شده که این دکلها را ظرف چهار سال تحویل دهد. بر اساس زمانبندی انجام شده 58 درصد از اولین دکل حفاری در این قرارداد ساخت ایران است و در مرحله آخر این مقدار به 85 درصد خواهد رسید.